به نام خداوند طبیعت، خداوند عشق، خداوند زیبایی، خداوند مهربان من و شما. نخستین روز سال 1393 خورشیدی را از ته دل، از صمیم قلب براتان تبریک میگم. نوی کالم مبارک سه، ینگه ایلینگز مبارک بولسه. آرزو میکنم که یک سال خوب و خوش را آغاز کرده باشه. نخستین روز صبح 1393 خورشیدی را با عشق، با سرود و با سخن با شما آغاز کردیم. ما و همکارانم با شما هستیم و امروز یکی از همکاران ما که با ما نبودن به جمع ما پیوستن، از اونا پیش از پیش سپاسگزار هستم. برشان سال نو تبریک میگم. سلامت باشین، بر خودت همچنان. مثل لحظه هایی که باغ در ترنم شکوفه ها بزرگ میشه و آسایش مییابه، پر از شکوفه میشه و وقت خوشحالی های شما را میبینم. سال نو تبریک و خوشحال هستم که یک سال تانستیم که دو ساعت برای شما برنامه بتیم با بعضی روزهایی که رخصتی بودم و غیر حاضر بودم، ولی باز هم یک سال از عمرم دو ساعت هر روزش با شما سپری کردیم. خب شما برنامه ما را تماشا میکنین، ویژه برنامه که برای نوروز است، و آرزو میکنم که این لحظاتی را که با ما سپری میکنین لحظات بسیار زیبا و بیادماندنی برای شما باشه. و از مریم عزیزم سپاسگزار هستیم که امروز با ما در برنامه هستند و تشریف آوردن. نوروز شما مبارک. نوروز خیلی خوشحال هستم. سال نوتون مبارک. پاییز از خودتون سلامت، تشکر. سعادت، سروری، سرسندگی و سبزی را بر همتون آرزو میکنم. آرزو دارم که زندگیتان سرسبز باشه. سال نو براتون تبریک میگم. فرا رسیدن سال جدید بر همتون با تندرستی ها و شادکامی ها آرزو دارم. امیدوار هستم سالی باشه که بتونین با تمام آرزوهایی که سال گذشته نتونستین برسین، امسال بتونین برسین. و از صمیم قلب بر پدر و مادرم هم سال نو تبریک میگم. ما به همه گفتیم باز حتما فرصت اگر دوست مجبور هستیم که برای دوستایی که ندیدیم یک تا نام ببریم. سال پار برای من سال کار بود. البته لباس های تبریک باشه. لباس تشکر. تشکر. دور اولش از دور دومش باز بعدن میپرسن. حالا مردم مثل خانم دو سه دور لباس میپوشن. شما خوب استقبال کردین پس از نوروز. سال پار سال کار بود و امسال سال یار هست. سال یار. آرزو میکنم که سال باشه که من با تمام عاشقانه های خود در زندگیم آنچه را که دوست دارم به سرودم، به عشقم، به شعرهایم و دوستهایم برسم. بله، بله. بیشتر از غصه های ما خیالی است. اگر ما مثل فرهاد باشیم همه چیز شیرین میبینیم، همه چیز شیرین حس میکنیم و همون قسم شیرین دوست میداشته باشیم هر چیزه. پس بیاین غصه های خیالی را کنار بگذاریم و به این فکر نکنیم که فردا چی میشه، به خاطر امروز ما زندگی کنیم، چون امروز روزی است که درگذر است. پس باید استفاده درست داشته باشیم. بهار با تمام رنگارنگیش فقط یک پیام داره و او پیامش یک رنگی هست. باید بگوییم که امسال سال اسب است و پیش بینی شده که پیامدها و اتفاقاتی که قرار است در این سال بفته با طبیعت اسب همسازگاری داره. میگن که اسب نماد از خوشبختی است، اسب حیوان نجیب است، کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرگس نیست. خدا کنه که سال هست برای ما سال بسیار خوب باشه. نماد بسیار خوب است. من اسب زیاد دوست دارم. یک سپاس ویژه دارم از تمام نوازنده هایی که در برابرم هستن و لطف کردن در آغاز سال 1393 خورشیدی صبح ما را با بیا که بریم به مزار آغاز کردن و با آهنگ های میهنی عشق میهن در ما بیدار کردن. تشکر از همه شما. بله، و اولین مهمانی که در برنامه داریم آقای جماهت انوری هستن. بله، پس ازشون خواهش میکنیم که بیاین و سال نو ما را رنگی بهتر بتن. بله آقای انوری، من واقعا امسوب غافلگیر شدم. غافلگیر بگونه که تا هنوزم باور نمیکنم. بسیار زیاد خوش آمدین. سال نوتان مبارک. صبح شما بخیر. صبح تان بخیر. خوش آمدین. تشکر. ممنون. خب آقای انوری خوش آمدین. سال نوتان تبریک. با شما همچنان مبارک باشه. سلامت باشین. ینگه ایلینگز مبارک بولسن. سلامت. خوشحال هستیم که در نخستین روز شما را نخستین میمان خود میدانیم و داریم در برنامه. ایران به فال نیک میگیریم. شما در یکی از وزارتخانه های بسیار زیاد مهم و کلیدی هستیم. وزارتخانه که
مردم افغانستان را به برگشت دعوت میکنه و اونا را پذیرایی میکنه، از برگشتگان به کشورشان میزبانی میکنه. بله و خوش آمدین. آخای انوری، من میدانم اکثریت کسایی که این لحظه از دوردست ها برنامه را تماشا میکنن آرزویی را دارن که دوباره برگردن به وطنشان و شرایط برشان مساعد باشه که بتونن در اینجا زندگی کنن و زندگی خوبی داشته باشن. میخواستیم کوتاه در مورد امو برنامه ریزی ها و پلان هایی که شما بر سال آینده دارین، البته کوتاه بر ما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خود تشکر میکنیم از دعوتی که از ما به عمل آوردین، استقبال گرم شما، لطف و پروگرام زیبای شما و به این وسیله از طریق شما به همه ملت افغانستان و همچنان هموطنان عزیز ما که دور از وطن هستند و تعداد از یا تقریبا به 6 میلیون میرسه، به همه از یا سال 1393 خورشیدی را یک سال پربرکت، پرمیمنت و یک سال خوشی با سعادت، صلح و امنیت همراه با پیروزی ها، همراه با برگشت و عودت داوطلبانه افغان ما که در خارج وطنشان به سر میبرن، به این وسیله، به این امید و آرزو به همگیشان تبریک تهنیت عرض میکنم. سلامت باشین، تشکر، خدا کنه که در هر جای که هستن خوش باشن و سال نوشان خوش بگذره و دوباره برگردن به کشورشان. کشور ما از ما هست و در این شک نیست که هیچ کشور مثل کشور ما شیرین نمیشه. ما تمام آداب و رسوم و برنامه ها و روزهای ویژه خود داریم، در این شک نیست. افغان ها در بیرون از افغانستان هم نوروز تجلیل میکنن سال نو، ولی به گونه که ما شریدیم ازشون میگید لذت نمیبریم به وعده که در افغانستان هستیم. چون اکثریت هموطنهایشان، دوستایشان، قوم‌خویشان نیست، شاید به او خاطر کمتر لذت ببرن از تجلیل نوروز. بله. پاییز فکر میکنم آقای انوری امروی خودشان بر ما یک توفا آوردن. آها، توفا آورده؟ چی آوردن آقای انوری؟ اطمان مرود تو. ما زود رفتم سر اصل موضوع بازم. گفتم امروز مسائل کار بانی میتره. صفحه شما یک کمی رنگین شد؟ بله. دو نوع غذای سنتی ترکمن ها که مخصوصا به استقلال جشن نوروز اشلیکی است دیگه نامش؟ از طرف بعضی خانواده های سنتی ترکمن ها که جور میشه کلچه های روغنی است. بله. و دیگه یک قسم کجا مونده ناخوی از همکارای ما نخورنش؟ بویش میای خودش ریز در ما نمونه واسه یک وقت. بسیار لطف کردیم، تشکر. فکر میکنم اونجا است اگر بخواین اونه سر سر میگیم که بیاره. در مورد رسم و انحنات که مردم انخوی داره در کل در فاریاب، انخوی و موسمت شبرغان و مزار کوتاه بگوین که در گذشته ها تا امروز نوروز را چگونه تجدید میکردن، از برنامه های متفاوت یا ویژه که داشتن اگر قصه کنید. اقوام با همبرادر افغانستان که در جمله ترکمن ها هم یکی از اقوامی است که در افغانستان زندگی میکنه و جز لاینفک جامعه هستند و در همه افغان هستیم و عنانات رسم رواجشان یا که از ماورای دریای آمو، بله، از سوایل دریای آمو گرفته تا هرات و باستانه، این قوم در اونجا زندگی میکنه، تقریبا رسم رواج و عنانات مشترکی دارن. بله. نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه ترکمن هایی که چه در ترکمنستان هستن و چه در هرات هستن، چه در عراق هستن حتی. بله. ما دیدیم و کلن یا رسم رواج و عنانای خوب پسندیده ای دارن که این رسم رواج و عنانات حفظ کردن. بله. نسل و نسل عنانات حفظ شده، این عنانات خیلی معقول و پسندیده هم هست. ما قنبه و جمعی کلچه های شیرینه که میپزن و ایشلکی یک غذای با مزه هست، میشه بگیم که پیزای کلاسیک. تقریبا پیزا را از همین چیز ما اقتباس کردن. اما بسیار آخه انوری، آیا مردم اند خود کدام رسم دارن که نسبت به مردم دیگه ولایت فرق کنه در عیدها، در نوروز بخصوص، که فرق داشته باشه با مردم دیگه ولایت؟ خب یکی همون غذاهای خاص خودشان است که آماده می سازد، در ضمنش کدام رسم در شهر سال نو اگر کدام رسم خاصی داشته باشه؟ ما قسمی که پیشتر به شما گفتم رسم رواج و عنانات تقریبا مشترک دارن، اما بعدا عرف و عادات نظر به منطقه، نظر به اقلیمی که در اونجا موجود است، چیزا
نسبتاً متفاوت است، اما انانات و کلتور تقریباً مشترک استند در بین ترکمن. ما در مورد یکی از خاطرهای بسیار خوب و شیرینم از مردم عزیز ترکمن قصه میکنم از هنخوی. بعد از یک وقفه و اشلیکی را میخوریم. وزیر صاحب با ما هستند، با ما باشین. سال نوتان مبارک.